بینندگان گرامی، برنامه ما رو به طور زنده و مستقیم از تلویزیون پارس میبینید. برنامه که از نیمه شب گذشته آغاز شده است و ما به طور زنده و مستقیم با هموطنانمان در درون ایران هستیم تا آنچه را که به عنوان یک خیزش در یک جنبش ملی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی از سوی جوانان وطنمان فریاد میشود و برای آن جان میدهند و خون میدهند تا بتوانند ایران را از چنگال این رژیم خونخوار رها بکنند گزارش کنیم. و خوشحال هستیم که در یک رسانه ملی به نام تلویزیون پارس در شهر لس‌آنجلس ارتباط مستقیم با جوانانی داریم که در درون ایران میدانند از چه طریق این فریاد را رسا بشوند. درود بر شما جوان عزیز ایرانی در تهران. سلام آقای پارسا، حال شما چطوره؟ الو، حال شما چطوره؟ سلام، خوب هستی؟ خیلی ممنونم عزیزم، بفرمایید چه خبر هست؟ امروز آقای پارسا خیلی شلوغ بود خیابونا، از میدون انقلاب همینطوری جمعیت می اومدن به سمت پایین، جمعیت خیلی زیاد بود و توی خط ویژه‌ای که گذاشته بودن واسه اتوبوس‌ها همینطوری آدمایی که لباسای شخصی پوشیده بودن با موتور همینطوری می اومدن رد می شدن، نه اینکه آزار و اذیتی به تا اونجا تا ساعت 2-3 به مردم نمی رسوندن، ولی مردم همینطوری که می اومدن پایین تا میدون آزادی، میدون آزادی که رسیدن مردم همینطور تظاهرات ها بیشتر شد، شعارا بیشتر شد تا رسید به پایگاه بسیج میدون آزادی. پایگاه بسیج و مردم آتیش زده، دیگه آدمایی که لباس شخصی بودن دست دیگه ریختن توی جمعیت، حتی مردم یه کاری خواستن بکنن که برن بریزن اونجا توی پایگاه بسیج بتونن یا اسلحه چیزی از اینا بگیرن، ولی اینطوری که مثلا اینا ریخته بودن توی جمعیت میزدن مردم و از بالای یه ساختمانی تیراندازی میکردن به مردم، بعد که آتیش زدن این پایگاه رو مثل اینکه زنگ زده بودن به آتش نشانی، ولی مردم به هیچ عنوان نمیذاشتن که ماشین آتش نشانی بیاد اینجا خاموش کنه مثلا اون ساختمون رو، همه مردم از نیروی انتظامی کمک میخواستن ولی بازم میزدن مردم رو، شدیدن میزدن. یه خانمی که باردار بود اونجا زدنش آمبولانس، مردم زنگ میزدن واسه آمبولانس ولی نمیذاشتن، این آدمایی که تو اون ساختمون بودن همه لباس شخصی ها نمیذاشتن که آمبولانس بیاد مردم ببره، حتی کسایی که مردم کمک میکردن اونایی که مجروح شده بودن رو میذاشتن تو آمبولانس ولی اینا نمیذاشتن آمبولانس ببره اینا رو. همینطوری ادامه داشت تا میدون آریاشهر. میدون آریاشهر دیگه تقریبا هوا تاریک شده و که میدون آریاشهر همه مردم شمع روشن کرده بودن نشسته بودن دور میدون، همینطوری بازم الله اکبر میگفتن، همین شعارهایی که میگم فیلمشو که واسه تون فرستادم دیدی، بله. همینطوری شعار میدادن، بله، بینندگان آشغال آتیش میزدن، شیشه های بانک ها رو شیکونده بودن، همه چی، یعنی انقدر حمله میکردن به مردم، مردم دیگه کنترل خودشون هم از دست داده بودن، دست خودشون هم نبود. از همینطور از میدون آریاشهر همینطوری شروع بود، ستارخان تا بلوار کشاورز، همینطوری مردم تیکه تیکه یه جا جمع شده بودن و تظاهرات بله، میکردن. حالا سوال من میدادن عزیز من، سوال من این است که شما جوانها چه میخواهید؟ چرا به خیابونها اومدید؟ برای چی این چه تقاضایی دارید؟ ما فقط تقاضای اینو داریم که امنیت داشته باشیم. ما جوانها هیچ امنیتی نداریم. بعدش هم وقتی که ماها یه جوانای 22 ساله نمیتونیم حرفمون رو بیان کنیم، حق اینا نداریم، حتی حق انتخاب داریم، حق بیان خیلی چیزا رو داریم، هیچی. همیشه میگن که شما حرف نزنیم، ماها حرف بزنیم. نمیدونم، به هر حال آنچه که آزادی، کلن آزادی. آفرین. سوالی که اینجا مطرح هست به ویژه که مردم جهان باید بشنوند، در درون ایران جوانها و نسلی که از راه رسیده است زندگی می خواهد.
زندگی میخواهد، زندگی میخواهد و زندگی هم فقط در پناه آزادی و دموکراسی امکان پذیر است. و نسلی که از راه رسیده در حقیقت داره جبران مافات ماها رو میکند که 31 سال پیش کاری کردیم که ایران به اینجا کارش کشیده شد. بر صورت من خیلی خیلی از گزارش شما سپاسگزار هستم. بینندگان گرامی، امروز جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد ارتباط تلفنی ما رو بتواند مختل بکند، تمام خطوط ما رو اشغال کرد، اما به کمک همکارانم آقای شهرتی، آقای سامان توانستیم از یک خطوط ویژه‌ای که از طریق کامپیوتر میآید این ارتباط رو برقرار بکنیم تا جوانان بتونن از درون ایران با ما در تلویزیون پارس تماس بگیرن و صدای خودشون رو برسونن. من خیلی خیلی متشکر هستم و به شما میگویم مانده نباشید، خدا قوت بدهد با امید پیروزی ملت ایران، یعنی شما جوانان و نسلی که از راه رسیده اید. خدا نگهدارتون. خدا. خب بینندگان گرامی، آنچه که شنیدید گزارش یک جوان ایرانی، نسلی که از راه رسیده است برای آزادی و دموکراسی در ایران. به ادامه برنامه ها توجه کنید. می رویم یک آهنگ می شنویم و در انتظار دریافت گزارش ها از درون ایران هستیم، از جوانانی که ما رو می بینند، چه از طریق تلفن هاشون، از طریق اینترنت و تصاویری که از طریق تلفن هاشون برای ما می فرستند. با ما باشید.